خب دوستان، تو این جلسه دوباره یک تمرین دیگه می کنیم، 3D مدل رو. برای این جلسه من یک هولدر رو طراحی کردم که تقریبا کاربرد خاصی نداره، صرفا برای دوباره تمرین این مدل رو با هم دیگه شروع می کنیم به رسم کردن. خب من دوباره یک مدل دیگه ایجاد می کنم، از استاندارد میلیمتر استفاده می کنیم، یه اسکچ. خب من برای اینکه می خوام اینجا اینها رو به یعنی این مدل رو بکشم و به محور تو محور ایکس آی سوردشون کنم، صفحه اولی که انتخاب میکنم صفحه وای زد هستش و دوباره از این رکتنگل استفاده میکنم که مستطیل اول رو بکشیم. اینو من میزنم به طور مثال 60 میلیمتر تا 10 میلیمتر. اوکی، اگر شکلتون بزرگتر از چیزی هستش که بتونید کامل ببینید، کلیک دکمه وسط موس وقتی دوبار کلیک کنید این رو میاره فیت سکرینتون میکنه. خب این مستطیل میشه این بخش از پارتمون و مستطیل بعدی اینجا دیگه من از اینکی استفاده میکنم و نقطه به طور مثال 40x30 یا 30x40 فکر میکنم بهتر بشه، و اینکه یک اندازه هم میخواییم که اسکیچ همون فولی کانستریت بشه. من اینجا 10 بارد میکنم. خب این رو اکسترود میکنیم، من کل اسکیچ رو انتخاب میکنم، دور سیمتری رو استفاده میکنم و به طور مثال سی خوبه. اوکی، خب این رو من اسمش رو عوض میکنم که اگه بخوام تغییر بدیم بدونیم چی به چیه. میزنمش بادی و یک فیلت میزنیم برای اینکه شکلمون بهتر بشه. در مرحله بعد به طور مثال میخوایم اینجا حالت ریلی داشته باشه و روی یک ریل دیگه جا به جا بشه، به خاطر اینجا نیاز به یک اکسترود داریم مثل اینجا. من گزینه اینجا این سفر انتخاب میکنم و از این دستور استفاده میکنم، نقطه میانی این خط رو انتخاب میکنم و اینجا ما 30 تا داشتیم، میگم به طور مثال 28 طولش باشه و عرضش 2 میلیمتر. استودیو اسکیچ، اکسترود این بخش رو انتخاب میکنم و از کات استفاده میکنم تا این صفحه. اوکی، این که اینجا یک شیار برام ایجاد کرد. اینجا اسمی هم تغییر میدم، میذارم سلات. دستور بعدی این سوراخ رو ایجاد میکنیم. اینجا میتونیم یک اسکیچ ایجاد بکنیم، نقطه بذاریم، یا رو هول کلیک کنیم و نقطه بذاریم، یا اینکه از دستور پوینت استفاده بکنیم و نقطه مرکزی این مستطیلمون رو انتخاب بکنیم اگر اندازه خاصی نداریم، که من اینجا دستور پوینت استفاده میکنم و بعد هول این نقطه رو انتخاب میکنم و این سرفیس رو میگم به طور مثال 20 میلیمتر سوراخ رو ایجاد کنم. و یک سوراخ دیگه هم نیاز داریم که این هست. اینجا من از سکچ استفاده میکنم، روی این سرفیس یک سکچ ایجاد میکنم، یک پوینت در اینجا و این رو میذارم با نقطه میانی خط توی یک راستا و فاصله خب نکرد فاصله رو فاصله به طور مثال 10 میلیمتر و دوباره دستور هول به قطر 5 میلیمتر. خب میتونید به این متریال هم بدید که احتمال بعدا بیشتر در مورد صحبت کنیم، ولی من اینجا اگر کلیک کنم به طور مثال بنویسم استیل، دستور اول این رو میتونم متریال استیلش بدم که توی محاسبات، توی ظاهر و توی
اجزای دیگه این متریال کاربرد داره و میتونم این پوینت رو هم بردارم که دیده نشه. خب این بود قطعه امروزمون، شاد و خندون باشید.